در سال 1922 فردی به نام چارلز آسبورن بعد از افتادن یک گراز روی سرش شروع به سکسکه کردن کرد. سکسکه اون 68 سال طول کشید و امروز اسمش به عنوان رکورددار طولانی ترین سکسکه توی کتاب گینس ثبت شده. در ضمن توی سال 2007 دختر نوجوانی به نام جنیفر می که اهل فلوریدا بود رکورددار بیشترین سکسکه مکرر 50 بار در دقیقه برای بیش از 4 هفته است. بنابراین چه عواملی باعث سکسکه میشن؟ دانشمندا بر این باورن که یه دوره سکسکه در پی محرک‌هایی مثل بلعیدن هوا یا غذا خوردن و نوشیدن سریع که باعث انبساط معده میشه همراهه. دیگران سکسکه رو مربوط به احساسات شدید یا پاسخ‌های ما به اونها مثل خندیدن، گریه کردن، نگرانی و هیجان میدونن. بیاین ببینیم هنگام سکسکه چه اتفاقی میفته. سکسکه با اسپاسم غیر ارادی یا انقباض ناگهانی دیافراگ، ماهیچه گنبدی مانندی که زیر ششها قرار داره و به ما توی نفس کشیدن کمک میکنه شروع میشه. این اتفاق بلافاصله با بسته شدن ناگهانی تارهای صوتی و فضای باز بینشون که گلاتیس نام داره همراهه. حرکت دیافراگ باعث مکیده شدن ناگهانی مقداری هوا میشه. اما بسته بودن تارهای صوتی از ورود هوا به داخل نای و رسیدن اون به ششها جلوگیری میکنه که باعث تولید صدای خاصی میشه. هیک. امروز هیچ کارکرد شناخته شده‌ای برای سکسکه وجود نداره. سکسکه ها هیچ فایده پزشکی یا فیزیولوژیکی برای ما ندارن. اما چرا ما هوا رو فقط برای توقف ناگهانی و جلوگیری از ورود اونها به ششها استنشاق میکنیم؟ ساختارهای آناتومیک یا مکانیزمای فیزیولوژیکی به ظاهر بدون هدف چالش‌های جدی برای زیست شناسان تکاملی هن. آیا چنین ساختارهایی کاربردهای ناشناخته‌ای دارن که تاکنون کشف نشدن؟ یا سرنخ‌هایی از گذشته تکاملی مان که زمانی هدف و کارکرد خاصی داشتن و تا به امروز به عنوان بازمانده ژنتیکی باقی موندن؟ یک فرضیه اینه که سکسکه چندین میلیون سال قبل از پیدایش انسان پدید اومده. احتمالاً ششها به عنوان ساختاری تکامل یافتن که به ماهی‌های ابتدایی اجازه استفاده از اکسیژن فراوون بالای سرشون رو میدادن. ماهی‌هایی که توی آب‌های گرم و راکد کم اکسیژن زندگی می‌کردن. وقتی که بازماندگان اونها بعداً به زمین نقل مکان کردن، از نفس کشیدن با آب شش به نفس کشیدن با شش تغییر وضعیت دادن. این خیلی شبیه تغییر ناگهانی قورباغه ها از بچه قورباغه با آب شش به قورباغه بالغ با ششه. این فرضیه میگه که سکسکه اثر به جا مونده از جابجایی از آب به خشکیه که در گذشته های دور صورت گرفته. همون استنشاقی که آب رو به آب شش ها می برده، بسته شدن ناگهانی گلاتیس رو در پی داره و از ورود آب به شش ها جلوگیری می کنه. این فرضیه با مدارکی که نشون میده الگوی عصبی مسبب سکسکه بسیار شبیه تنفس دوزیستانه حمایت شده. گروه دیگه ای از دانشمندان معتقدن که عکس‌العملی که در ما باقی مونده در حقیقت امتیاز مهمی برای ما محسوب میشه. اونها به این نکته اشاره دارن که سکسکه تنها توی پستاندارا وجود داره و توی پرنده‌ها، مارمولک‌ها و لاک‌پشت‌ها یا هر جونور دیگه‌ای که نفس می‌کشه وجود نداره. علاوه بر این سکسکه توی جنین انسان هم وجود داره و توی نوزادا خیلی رایج‌تر از بزرگسالانه. توضیح این مسئله فرایند منحصر به فرد توی پستانداران یعنی محافظت و پرستاریه. احتمالاً واکنش سکسکه باستانی توسط پستاندارا برای رهایی از باد معده به یک عروق افتخارآمیز تغییر شکل پیدا کرده. انبساط ناگهانی دیافراگ باعث بیرون رفتن هوا از معده و بسته شدن گلاتیس از ورود شیر به ششها جلوگیری می‌کنه. بعضی اوقات ممکنه سکسکه‌ها پشت سر هم ادامه داشته باشند و ما درمان‌های مختلفی رو امتحان کنیم. درمان‌هایی مثل جرعه جرعه نوشیدن آب سرد، نگه داشتن نفس، پر کردن دهان با عسل یا کره بادوم زمینی، نفس کشیدن توی یک کیسه کاغذی یا ترسیدن. متاسفانه دانشمندا هنوز باید در مورد اینکه کدوم یک از این راه‌ها از بقیه بهتره تحقیق کنن. اما ما دقیقاً مطمئنیم که این راه هیچ فایده‌ای نداره.